ها و آقای سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش و خرم باشید، سلامت و تندرست و آرزو میکنم که کمتر گرفتاری و ملال داشته باشید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون پارس. دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر، جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و دوشنبه چهارشنبه و جمعه شبها ساعت 9 شب به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی و نازنین هستم. اما چه خبر؟ چه خبر از ایران؟ اوضاع به طور عجیب و غریبی قمر در عقربه و نمیدونم چی میشه. روزهای واقعا عجیب و سرنوشت سازیه برای همه. معماست. آیا رژیم جمهوری اسلامی به قول خودشون نظام جمهوری اسلامی نفسهای آخر میکشه؟ هیچکی نمیتونه جواب بده. ولیکن در طول حداقل 40 سال گذشته این حکومت هرگز شرایطی که امروز برش حکمفرما بوده تا حالا نبوده. شرایط جدیدیه. در طول 40 سال گذشته همیشه روسا، چینی ها و اروپایی ها پشت سر حکومت جمهوری اسلامی بودن. الان نگاه میکنیم میبینیم که اروپایی ها روی فشار آمریکا کنار کشیدند و ناظر صحنه شدند و از طرف دیگه میبینیم که چینی ها دارن شدیداً وارد میدون میشن و میخوان جای پای تزارهای روسیه بذارن. تزارهای روسیه که روز روزگاری یه چهارم مملکت ما رو گرفتن، حالا چینی ها راه دور دارن کار تزارها رو میکنن. اما حقیقت چینی همه اینا میتونه با یه بازی به هم بخوره. قضیه یه فشار آمریکا، یه معامله آمریکا با چین، 4 تا از این امتیازهایی که آقای ترامپ از چین گرفته بهش بده، 4 تا امتیازهایی که از روسیه گرفته بهش بده، بعید نیست که تو این بازی یک دفعه مجددا جمهوری اسلامی تنها بمونه. تنهاییش آیا دلیل سقوطشه؟ نمیدونیم، چون این حکومت با زیرکی بلده چیکار کنه. میدونه که سر به زنگا چجوری ساخت و پاخت کنه، چجوری منافع ملت ایران بده برای اینکه بمونه با قدرت‌های بزرگ بسازه. همیشه یادتون نره اینجوری بوده. امروز دلار از مرز 23,000 تومان گذشت. عجب غریبه نه؟ 23,000 تومان یک دلار، یک دلار بیقابلیت، یک دلاری که 7 تومان بود چند برابر شده داخل آمستم. من ریاضیاتم اون قوی نیست که ببینم که دلاری که 7.10 بود الان وقتی شده 23,000 تومان، 23,000 تومان هم بیشتر از این 40 سال. اگه قرار بود همه چی در دنیا به همین شدت بالا بره، حقیقتش اینه که دنیا منفجر میشد. حالا پس دنیا نرفته، ایران رفته، آیا منفجر میشه؟ به نظر من این راهی داره پیش میره، مسیری که داره پیش میره به انفجار نزدیک. حالا چجوری میتونن بعد از انفجار کنترل کنن؟ این مسئله مهم همینه، سوال بزرگ همینه. اسرائیل حالا دیگه تقریبا برای من مجری برنامه مشخص شده که این انفجارها در ایران احتمال قریبی یقین کار اسرائیله. چند روز داشتم یه تحلیل رو در تلویزیون فاکس نیوز که نزدیک به آقای ترامپ هست نگاه میکردم، یه ژورنالی رو آوردن که کارشناس مسائل نظامی هست، با قاطعیت میگه کار اسرائیل. بعد حالا همین الان که من باهاتون صحبت میکنم، تهران و جنوب تهران داره آتش میسوزه. یعنی آتش سمبولیکی که ما این روزها زیاد میبینیم داره میسوزه، نشونه یه چیزی باز کنش، سمبولی یه چیزی. آخه من
نمیدونم چه امروز همین الان میدون فردوسی ساختون تو میدون فردوسی من دیدم داره آتیش میگیره. یه فیلم دیگه دیدم در شهره در یه منطقه داره دود سیاه آتیش داره میره. آقا میخوام دولت جمهوری اسلامی آمار بده آیا پارسال در همین موقع چند تا آتش سوزی بوده تو ایران؟ بنابراین به نظر طبیعی نمیاد، 100% به نظرم طبیعی نمیاد. خیلی ساده است دیگه. پارسا شما هم آتش سوزی میشیدید خبرشو؟ نه. پس یک اتفاق غیر منتظر است داره رخ میده، یه چیزایی داره صورت میگیره. همه اینا رو هم دیگه بذارید، همیشه سوال من این بوده، ما خیلی مسائل دیدیم که گفتیم آقا این جمهوری اسلامی میفته، اما تمام مسائل رو هم بذاریم آقا جمهوری اسلامی میفته، به نظر من آخونده شعبده بازن، معامله گرن و همه چیز برایشون فرق میکنه که چی میشه. همونطور که در تمام مدت این 40 سال گذشته برایشون فرق میکنه اپوزیسیون تو خارج از کشور چیکار میکنه، دنیا در مورد چه قضاوتی میکنن، اونو کار خودشون دوزیه خودشونه میکردن. الان حضور خانم ها و آقایان بسیار عزیز و محترم این مسئله وجود داره که گفتم که چند وقتی به من گفت آقا تو چرا حالا دیگه پیش بینی نمی کنی؟ گفتم با طعنه و یه حالت مسخره که آقا پیش بینی کن، گفتی که 6 ماه آخر حکومت ترامپ یه اتفاقاتی میفته، پس چی شد؟ یه ماه پیش. حقیقتش اینه که گفتم الانم 4 ماه به انتخابات مونده، آره دو، من گفتم 6 ماه قبل از انتخابات ترامپ حتما یه کارایی میکنه، اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسه حتما یه کارایی میکنه. الان میمونیم که درست 6 ماه نشده، 4 ماه شده، 2 ماه اتفاق به اون صورت نیفتاد، ولی در این 4 ماه آخر ما داریم میبینیم که یه اتفاقات داره رخ میده، آتش سوزی ها، انفجار ها و و و دلار شد 23 تومن، 23,000 تومن و این تازه آغاز کاره. به نظر من با به حال من نه سازمان اطلاعاتی دارم، نه نمیدونم به سازمان اطلاعاتی و نمیدونم جاسوسی کشوری رابطه داشتم یا دارم یا خواهم داشت، ولی از نظر روحی نگاه میکنم آقای ترامپ آدمی نیست که چیزی رو بگه. هزار دفعه گفتم در مورد آقای خامنه ای اینجوری تحلیل میکنم، شخصیتش و کاراکترش و کاراش و دستوراتش رو بررسی میکنم، نگاه میکنم میگم آقای خامنه ای این مشخصات داره، آقای ترامپ هم این مشخصات داره. آقای ترامپ گفتم تا مسئله ایران حل نکنه، اگر فکر کنه که انتخاباتش برد و باختش با مسئله ایران رابطه در ارتباط خواهد بود، این حق کاری ازش برمیاد میکنه و الان میبینیم یه کاری داره میشه و معتقد مطمئن هستم که این کار با خاص ترامپ و خاص نتانیاهو با همدیگه داره صورت میگیره. میگید نه میرم به کجا؟ میرم به اسرائیل. الان میرم به اسرائیل اونجایی که آقای مناشه امیر هست. مناشه امیر به هر حال یه ژورنالیست سرشناسی است که یک ایرانی سرشناسی در رادیو اسرائیل مدیر رادیو اسرائیل هست و بوده و به هم به دستگاه دولتی اسرائیل آشنا داره، اونجا زندگی میکنه و میدونی چه خبره. پس برای میرم به اسرائیل، میرم به اسرائیل تا ببینم که مناشه امیر چی میگه و بعد برمیگردم آمریکا، میرم به ساکرامنتو مرکز پایتخت در واقع کالیفرنیا. آقای امیر حمیدی دیپلمات سابق ایران، معذرت، دیپلمات سابق ایالات متحده آمریکا در مسائل امنیتی، ایشون نظرشون چیه؟ پس دو گفتگو داریم با مناشه امیر و امیر حمیدی. با ما باشید. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرینهای ایرانی و اروپایی، بستنی و فالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین های بیژن همتا ندارد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما.
همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب همونطور به تو قول داده بودم میریم به اسرائیل، اونجایی که ژورنالیست قدیمی و مدیر رادیو صدای فارسی دولت اسرائیل که در واقع این رادیو از سالیان سال یکی از قدیمی ترین رادیوهایی است که به زبان فارسی برنامه داشته در اسرائیل، و اولین مدیرش هم تا اونجایی که من میدونم آقای مناش امیر دوست عزیز و ژورنالیست با سابقه بوده. من در مورد مسائلی که با شما صحبت کردم و شما در موردش همش این روزها میشنوید ترجیح دادم واقعا برم تو قلب اسرائیل و اونجا از یک ژورنالیستی که دست تو کار داره و از همه چیز تقریبا میتونم بگم مطلع، یه شمع روزنامه‌نگاری خیلی خیلی قوی داره، آقای مناش امیر. آقای مناش امیر الان در اسرائیل هستن و من خدمتشون فکر میکنم دیگه الان شب بخیر میگم. درود بر شما، تقریبا نصف شبه. بله جناب مناش امیر، واقعا خوشحالم که مجددا جناب علی رو دارم. ما هر وقت توی 40 سال گذشته هر وقت گیر میفتیم و نظر خبری صاف میریم سراغ مناش امیر. حالا ساعت 2 بعد از شب، 1 بعد از شب اسرائیل هم هست، بلکه ایشون هر وقت به هر حال محبت دارند و واقعا یه وظیفه ملی خودشون میدونن و من دیشب باشون صحبت گفت 2 و 1 و 2 و بعد شب خیلی دیره، گفتم آقا دیگه داریم برای کار برای وطن میکنیم دیگه، دیره و اینا، شما بیدار بمونید. بیدار موندن. ممنونم جناب مناش امیر. آقا مناش امیر، من اول از همه میخواستم در مورد دو تا مسئله از شما صحبت بکنم، از شما سوال بکنم. استنباط شخصی شما چیه که از من خدمتتون عرض کنم که من داشتم برنامه نگاه میکردم، کارشناس نظامی فاکس نیوز، فاکس نیوز خب نزدیک خیلی با آقای ترامپه، یک ژورنال آمریکاییه، دقیقاً معتقد بود که هر دو اتفاق رو اسرائیلیا در ایران مرتکب شدن، یعنی پارچین رو و نتنز رو. و این ژورنال آمریکایی که در واقع مفسر نظامی فاکس نیوز است با اصرار میگفتش که اسرائیل تنها نمیتونست بکنه، یعنی با موافقت آمریکا این کار کرده و 100% معتقد بود که این کار یک اتحادی بوده بین آمریکا و اسرائیل، توافقی بوده بین آمریکا و اسرائیل که این دوتا سایت رو بزنن. نظر شما چیه؟ ببینید، ما از دوتا سایت صحبت نمی کنیم، ما از این صحبت میکنیم که در 3 ماه اخیر یک سلسله حوادث غیر عادی در ایران رخ داده، از آتش سوزی در جنگل ها که یک بار در این نقطه است، یک بار در اون نقطه دیگه است، یک بار در گیلان، یک بار در منطقه دیگه است و هنوز نمیدونن، خودشون میگن که برخی از این آتش سوزی ها عمدی بوده. علاوه بر این آتش سوزی ها ما انفجار در پارچین رو داشتیم، انفجار در کلینیک سینا اطهر رو داشتیم، انفجار در کارخانه فولادسازی میبود در نزدیکی یزد رو داشتیم، انفجار نتنز رو داشتیم و همینطور انفجارها ادامه داره، از جمله ترانسفورماتور بزرگ برق در شیراز، یک نیروگاه دیگر برق در جای دیگه، تأسیسات پتروشیمی. صحبت از نتنز تنها نیست، یک رشته عملیاتی است که در سراسر ایران در 3 ماه اخیر تقریبا هر روز صورت گرفته که برخی هاش غیر نظامیه، برخی هاش
جنبه حساس امنیتی داره و بعضیش هم نظامی خالص مثل پارچین و نتنز. و خب کدومش اسرائیل ما می‌پرسیم که بفرمایید کدومش اسرائیل کرده؟ ببینید عرض کردم که این وقایع اتفاق افتاده، حالا چجوری اتفاق افتاده و کی مسئولش بوده، مسلما من هیچ سازمان اطلاعاتی نیستم که در این باره قضاوت کنم. اون آقای جک کین هم که اسمشون رو آوردید، ایشون با استناد به آنچه که در رسانه ها انتشار یافته یک چنین قضاوتی رو کرده که ایشون هم اطلاع نداره، ولی از راه منطق و با توجه به تجربیات روزنامه نگاری و تحلیلگری میشه یک سلسله نتایجی رو گرفت. و ما این رو حدود 2 ماه پیش در وبسایت خبری خودمون رادیو پیام اسرائیل منتشر کردیم با آدرس radis.org و نوشتیم که احتمال داره که گروه یا گروه‌هایی در داخل ایران برپا شدن که بسیار با تجربه هستن، ممکنه یه عده‌شون عضو سپاه پاسداران باشن، یه عده عضو ارتش باشن، یه عده سابقه کار در نیروهای انتظامی رو دارن که در این کارها تجربه دارن و میدونن که چطوری شبکه‌های محرمانه رو میشه به وجود آورد و میدونن که چطوری میشه هدف‌ها رو انتخاب کرد. تردیدی نیست که چون هدف اصلی به فلج کردن برنامه‌های اتمی و موشکی حکومت ایران هست، این تصور رو هم میشه مطرح کرد که اینها از رهنمود و شاید امکانات مالی و لوجستیک قدرت‌های خارجی برخوردار هستند. کدوم قدرت‌ها هستند که می‌خواهند جلوی برنامه‌های اتمی و موشکی حکومت ایران رو بگیرن؟ جوابش خیلی خیلی مشخصه. بنابراین اگر کسی میگوید که اسرائیل کرده یا آمریکا کرده، میشه گفت که تا حدودی منطقی به نظر میاد، ولی مسلم اینه که اجرا کنندگان این افرادی در داخل کشور هستند با تجربه، با آشنایی زیاد به هدفهایی که دارن و بسیار بسیار سریست. و به همین علت هم ما تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم میبینیم که نه وزارت اطلاعات، نه ستاد اطلاعاتی سپاه پاسداران و نه هیچ نهاد امنیتی دیگر حکومت ایران هنوز نتونسته افرادی رو به دام بیاندازه که واقعا مسئول و متصدی این گونه عملیات بودن. ما میبینیم که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم چقدر در برابر اپوزیسیون ایرانی خودش رو قوی میدونه و چقدر ضعیف و ذلیل و توسری خورده است وقتی که صحبت از جنگ اطلاعاتی و سایبری با کشورهای دیگه میشه. شوخی نیست که یک کشوری میآید و در ساعات شب در شوراباد تهران در انباری وارد میشه، گاوصندوق‌ها رو باز میکنه، حدود 100,000 سند رو بار کامیون میکنن، از اونجا خارج میکنن، از مرز ایران میگذرونن و به اورشلیم میارن. این کار ساده نیست و مسلماً بدون همکاری افرادی در داخل کشور این امکان پذیر نبوده. همون گونه انفجار در نتنز، انفجار در پارچین و کارهای دیگر. در نظر بگیریم اگر میپرسید که کی ممکنه انجام داده باشه، فراموش نکنیم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل بارها و بارها گفتند که ما امکان نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که حکومت ایران به بمب هسته‌ای مسلح بشه. فراموش نکنیم بدافزار استاکسنت رو، بدافزار فلیم رو و بعدش هم شوراباد تهران و حالا نتنز. اینها و یه عده افرادی که ترور شدن و ادعا شد که اینا دانشمندان اتمی بودن، اینها همه رو به هم وصل بکنید و فکر میکنم که پاسخ پرسش شما رو بده. خب اتفاقا مسائلی که جناب علی من دیدم مطرح کردید درست، خب اون دفعه خدمتتون عرض کردم داستان یه جوریه که حالت جیمز باندی داره،
حتی شما فرمودید که از جیمز واند هم بالاتره، عملیات بالاتر از عملیات جیمز وانده. حتی خب یه ادعای حقیقتش اینه که به شما ایراد گرفتن و گفتن که آقای مهناش امین اگزاجره میکنه. تو همون سایت برای من پیامایی که میدیدم الان میبینم که بعد از پارچین نتنز پیش اومد. پس بنابراین اگزاجره شما یعنی بزرگ کردن شما در واقع صحیح بوده، چون میدونم الان اونجا رو زدن، اینجا رو اتفاق افتاد پشت سر هم. بنابراین این عملیات خیلی بنابراین من در چه چیزی من اغراق کرده بودم؟ میگفتن که شما میگی که در خود سپاهی ها و ارتشی ها و اینا در واقع نفوذی های اسرائیل هستن، همکاری میکنن با اسرائیل. من نگفتم نفوذی کی هستن، نگفتم نفوذی کی هستن. ببینید در سپاه در اشادم شوخی گفتید یه چیزی نیروهای انتظامی گفتید یه چیزی هستن، میگن که کی جاسوس، میگن که کی جاسوس اسرائیل نیست. یه چیزی اینجور که گفتید یا تو میاد من نگفتم جاسوس اسرائیل. ببینید اجازه بدین براتون توضیح بدم. افراد میهن پرستی در داخل نهادهای حکومتی هستن که به این نتیجه رسیدن که راه حکومت به نیستیه و به نابودی خدای ناکرده سرزمین ایرانه، بنابراین باید همکاری بکنیم با اون کشورها و افرادی که خواهان جلوگیری از این برنامه های مصیبت بار حکومت ایران هستن و اینها از روی حس وطن پرستی میآیند و با نیروهای بین المللی همکاری میکنن که برنامه های اتمی حکومت ایران خونسا بشه. حالا اسم این افراد رو شما جاسوس بذارید یا میهن پرست بذارید یا عامل بیگانه بذارید یا عامل نجات ایران بذارید، این دیگه به عهده شماست. ولی افرادی در داخل ایران هستند که روی محاسبات میهن پرستانه میخوان جلوی این برنامه ها گرفته بشه و همکاری میکنن با افراد، سازمان ها و کشورهایی که میخوان به همون هدف مشترک برسن. اینجا هیچ اغراقی نیست. بفرمایید. حالا نه به هر حال این چیزی که اتفاق افتاده داشتن این تیم ساره ژورنال آمریکایی میگفت این انفجار نتنز حداقل 2 سال برنامه‌های اتمی ایران عقب انداخته. خب این یه ساینیه، یه علامتی که این رو 100% به نظر من اسرائیل کرده. چی الان دلش میخواد که 2 سال یعنی جایی رو بزنه که در واقع برنامه اتمی ایران به تعویق بیفته؟ چی میخواد؟ اسرائیل میخواد. پس بنابراین به نظر من اون استنباطم اینه که این کارو 100% حالا استنباط شخصی ممکنه غلط هم باشه، فکر کنم همونطور که این ژرنال گفته این کار اسرائیل کرده با چراغ سبز آمریکا. بسیار خوب، شما آزاد هستید که هر نوع نتیجه گیری که بخواید بکنید، ولی اون آقای جک کین، همون جنرالی که شما به نامش اشاره میکنید و ایشون بازنشسته است و الان کارهای تحقیقاتی میکنه، شاخ فیل نشکسته. در واقع ایشون به اطلاعاتی استناد میکنه که قبلا در نیویورک تایمز و روزنامه های دیگر منتشر شده بود، مطالبی هم در وبسایت خبری ما رادیو پیام اسرائیل منتشر کردیم، ممکنه اونم مورد استناد ایشون قرار گرفته. ایشون یک دیدگاهی رو عنوان کرده و گفته کار اسرائیل و کار آمریکاست. من توضیح دادم در مورد ریشه هاش و شما هر نتیجه گیری که از حرفای من میخواین بکنین بگیرین. عرض کردم که دو کشور میگویند که ما به هر قیمت شده جلوگیری میکنیم. دو کشوری هستن که ساکسنت رو آوردن، فلیم رو آوردن و دزدیدن اسناد از شوراباد تهران رو آوردن و کارهای دیگری که یکیش ممکنه انفجار در نتنز باشه. این که ارزیابی میکنن که 2 سال طول میکشه، بله منم به همین نتیجه رسیدم به خاطر اینکه اولا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، در ادامه برنامه های اتمی حکومت ایران هیچ توقفی ایجاد نشده، یعنی
همه دستگاه‌های سانتریفوژ دارن میچرخن و اورانیوم رو غنی میکنن و هیچ اتفاقی نیفتاده در این مورد. ولی چی هست که میگه ممکنه دو سال به تعویق بیاندازه؟ این است که در کارگاهی که هدف انفجار قرار گرفت، سانتریفوژ های نسل IR6 و IR8 رو، نسل ششم و نسل هشتم سانتریفوژ های ساخت ایران رو نصب میکردن و قرار بوده که این سانتریفوژ ها بیایند و جایگزین سانتریفوژ های کهنه ای بشن که همکنون در نطنز مشغول گردش هست و سرعتشون فوق العاده بیشتر از سانتریفوژ هایی است که الان میچرخند. یعنی اگر این در حال حاضر، اگر اینها از روزی که تصمیم به ساخت بمب بگیرند تا روزی که اورانیوم غنی شده 80 یا 90 درصدی داشته باشن برای ساخت بمبشون، با سانتریفوژ هایی که الان میگردن ممکن است که حدود 1 سال طول بکشه. اگر میتونستن سانتریفوژ های IR6 و IR8 رو به کار بیاندازن، به جای فرض کنید 1 سال میشد 2 ماه. این 2 ماه جلوش گرفته شد، ولی اون 1 سال هنوز ادامه داره، کارشون رو دارن انجام میدن. بنابراین حتی اون ژنرال آمریکایی هم در این نتیجه گیری خودش اشتباه کرده و درستش این است که الان دارن به روندشون ادامه میدن. اگر اون سانتریفوژ ها رو میتونستن نصب بکنن، زمان مورد لزوم برای ساخت بمب هسته‌ای به جای 1 سال میشد مثلا 2 ماه یا 3 ماه. چی هستش که 2 سال اینا رو به تأخیر میاندازه؟ این واقعیت که باید برای رسیدن به سانتریفوژ های نسل جدید بیایند یک ساختمان دیگری رو درست بکنن، تمام ماشینالات و تشکیلات رو از نو بنا بکنن، مواد اولیه رو به دست بیارن، ساخت اون لوله های سانتریفوژ و اون دستگاه های حساس رو شروع بکنن. در واقع تمام اون چرا که تا به حال رشته بودن پنبه شده و الان از نو باید همه چیز رو بنا بکنن و ارزیابی میشه که این کار حدود 2 سال به درازا خواهد کشید. این از آنچه که پس بنابراین چرا واقعا منشمی هنوز اسرائیل به اون هدف نهاییش نرسیده؟ یعنی اونطور که شما میفرمایید بین اگر اون داستان ادامه پیدا میکرد، جایی که قرار 2 سال دیگه برسن 2 ماه دیگه میرسیدن. پس بنابراین اتک ها اگر فرض بر این باشه که اینه داره اسرائیل میکنه، پس این قضیه هنوز ادامه داره. یعنی چیزی به اون صورت به نظر بله هیچ کس نگفت که اسرائیل یا آمریکا توانستن برنامه های اتمی ایران رو باطل بکنن و فلج بکنن. کسی این حرف رو نزده، بلکه اسرائیل و ایالات متحده در 8-10 سال اخیر شیوه های مختلفی رو به کار بردن که جلوی پیشرفت ساخت بمب هسته‌ای در ایران رو بگیرن و تا حد بسیار زیادی موفق شدن. ببینید اگر ساخت بمب اتمی در هند حدود 8 سال به درازا کشید و اگر ساخت بمب اتمی در پاکستان حدود 20 سال طول کشید، حکومت ایران هم از روزی که شروع کرد تا الان بیشتر از 24-5 ساله میبایستی که به بمب میرسید و نرسیده، به خاطر اینکه افراد، گروه های مختلف و کشورهای گوناگون تلاش کردند که این برنامه ها رو خونسا بکنن و تا حدود زیادی توانستن جلوش رو بگیرن تا اینجا. حالا این آتش سوزی ها چی؟ ببینید همین الان که دارم با تون صحبت میکنم، من قبل از مصاحبه با جناب علی یه خبر رو دیدم. همین الان که برنامه شروع شد ما شاهد 2 تا آتش سوزی تقریبا در تهران و حومه بودیم، یکی در شهر ری، یکی در وسط تهران میدون فردوسی اون حوالی. آتش سوزی ها چی؟ آتش سوزی ها برای چی دارن؟ دقیقا ببینید پاسخ قاطعی نمیتونم بهتون بدم، ولی یک ارزیابی میکنم و اون این است که
به دو هدف این آتش سوزی ها انجام میگیره. یکی اگر از آتش سوزی های جنگل ها شروع بکنیم، کار ساده تری است و به آسانی میشه یه جنگلی رو به آتش کشید و احتمال داره که اون گروه هایی که ازشون صحبت میکنیم خواستن آزمایش بکنن و به این ترتیب تجربه به دست بیارن که بتونن کارهای بعدی و مهمتری رو بکنن، مثلا خرابکاری در تولید برق شهر شیراز مثلا. این یکی. دومی که تمام این جریانات، یعنی آتش سوزی ها، خاموشی های برق، انفجار ها، کارخانه ذوب آهن میبود یزد و پارچین و نطنز و غیره، اینها همه در ضمن نشان میده که حکومت در حال ورشکستگی اطلاعاتی است، قدرت جلوگیری نداره، سازمانهای اطلاعاتیش رو دست خوردن و شکست خورده و این ملت ایران رو میتونه تشویق بکنه که نترسید، این حکومت بسیار ضعیفتر از آن چیزی هستش که خودش ادعا میکنه و این هم سندش که این همه عملیات تقریبا هر روز و هر بار در یه نقطه دیگری از ایران انجام میشه و حکومت عاجز نشسته و کاری از دستش برنمیاد. منش امین، حالا که شما این حرف رو میزنید که نشون میده ورشکستگی سیستم اطلاعاتی و جاسوسی حکومت رو، چجوری استایل این فیلم سریال تهران درست کرده که این سریال تهران همش نشون میده که این سپاهی ها، این نمیدونم مسئولین اطلاعاتی سپاه و مسئولین اطلاعات وزارت اطلاعات و نه این شکل چقدر اینا خوب کارشونه بلدن، چقدر اینا استادن، بعد نگاه بود جاسوس موساد اسرائیل چقدر ضعیف کار میکنن، چقدر خشن کار. این سریال چیشو اسرائیل داره میسازه؟ جریانش چیه؟ شما میگید از اینا اطلاعاتی ضعیفن، زبونن، ورشکسته شده، از من سریال اسرائیل میسازه که میگه اینا چقدر قوی هن. حالا تنزوار یا هر چیز به سرای خودتون میدید به هم بگید که این داستان سیاست چجوری بهتون میگن ضد تبلیغات اسرائیل دیگه چیه؟ میدید سریال من شما آقای دلدار دو چیز رو با هم قاطی میکنید. یکی دولت اسرائیل و سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل و دوم یک کمپانی خصوصی که یک فیلمی رو میسازه و به شیوهی میسازه که هیجان ایجاد کنه، به کسی رو تحقیر نکنه، همه طرفین رو قوی نشون بده که بازار بیشتری داشته باشه. یک فیلم تخیلی، یک کار خصوصی، یعنی از حوزه خصوصی به خاطر به دست آوردن تماشاچی بیشتر. این فیلم داستان تخیلیه، هیچ ارتباطی هم با سرویس های امنیتی نداره و اگرم بخواید قضاوت بکنید اون سناریو نویسش در خیلی جاها اشتباه کرده از نظر اطلاعاتی، یک وضعهایی رو، یک صحنه‌هایی رو به وجود آورده که از نظر اطلاعاتی درست نیست، اشتباهه و تصور نمی‌کنم که سرویس های اطلاعاتی به این شیوه عمل بکنن که شما در فیلم میبینید. این فیلم داستان حکایت و نه واقعیات شیوه کار سازمان های اطلاعاتی. بنابراین اینو من برای مزاح گفتم، برای شوخی گفتم، میدونستم به دنیای سینما با دنیای واقعیت خیلی فرق داره، گفتم برای شوخی و مزاح گفتم. جناب بعدم یه نکته دیگه ببینید، تهیه کنندگان فیلم تأکید کردن که ما میخواستیم فیلمی رو درست بکنیم که هر دو طرف رو از نظر قدرت قوی نشون بدیم. اگر یکی رو قوی و یکی رو ذلیل و ضعیف نشون بدن، این هیجان به وجود نمیاره، رقابتی رو ایجاد نمیکنه. این یکی. دومی که سناریو نویس ها تلاش کردن که این سناریو به شیوهی نگاشته بشه که کسی عصبانی نشه و هیچ کشوری نترسه که این رو نشون بده. خواستن تماشاچیان بیشتر و پول بیشتری داشته باشن و تمام هدف تهیه کننده و سناریو نویس این بوده که
تمام طرفین رو راضی نگه دارن، به کسی بر نخوره و اعتراضی در دنیا شنیده نمیشه و هیچ شبکه تلویزیونی پخش این فیلم رو تحریم نکنه. تا اینجا یک دوره ممنون چرا من نشم حتی به نهایتشون رسیدن دا هست اپیزودش 1,500,000 دلار اپل گرفت و قرار یه پخش جهانی هم بکنن. جناب نشمید ازتون سپاسگزارم واقعا که تا این وقت صبح بیدار موندید برای واقعا همکاری با یه همکار قدیم خودتون. سپاسگزارم، خیلی شیرین. من شما رو سو میکنم آقای دلدار جون، شما رو سو میکنم. ممنون نشم قربونتون برم، مرسی، وقت شما بخیر. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرینی‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن هوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرینی‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب بدون هیچ مقدمه ای آقای امیر حمیدی، دیپلمات سابق ایالات متحده آمریکا رو که تجربه و تخصصشون در مسائل امنیتی است رو خط داریم و تصاویرش رو تا چند لحظه دیگه می‌بینیم. آقای حمیدی سلام عرض کردم. درود بر شما جناب ستاره گرامی، درود بر هممیهنان گرامی و درود بر همکاران عزیزتون. جناب حمیدی صحبت‌های آقای منشمیری دیدید؟ شنیدید؟ بله شنیدم. من خدمتشون اجازه بدین درود بفرستم و حرفای بسیار بسیار منطقی. من معمولا تو مصاحبه اکثرا مخالف دوستان میشم، ولی حرفاش بسیار بسیار منطقی و درست بود. خب البته شما پیش بینی کرده بودید و من اینه به هموطنان عزیز عرض کنم، شما دو هفته سه هفته پیش گفتید که منتظر باشید انفجاراتی، نمیدونم آتش سوزیایی میشه و دیدیم. شما توضیح بدید چی بود؟ از کجا شما میدونستید این مسائل رو؟ سه هفته پیش گفتید. ببینید جناب دلدار، ببخشید، اگر ما تاریخ خوب بلد باشیم، نگاه کنیم، برگردیم به سال 1984، ببینیم که ایران چرا تصمیم گرفت که انرژی اتمیشو بسازه. به خاطر دشمنی با اسرائیل این کارو کرد و تمام تعلیمات و یادگیری و تجربیاتشون رو از کجا یاد گرفتن؟ از چین، از روسیه و پاکستان و به همکاری های اونا در اومدن و به خاطر همون بود که اوایل
اون سالهای 80 سازمان ملل متحد اومد از طریق دیپلماسی اقدام کرد و یک مقدار تحریم‌هایی رو بر علیه ایران به وجود آورد. در سال 2007 رو نگاه کنیم، قسمت قوی سازی یورانیوم ایران سایبر اتک شد که ست تا سنتریفیوژن انرژی اتمی از هم پاچید و منفجر شد. و برمیگردیم دوباره به دو هفته گذشته، جاپاشون رو میخوام بهتون توضیح بدم. در محل پتروشیمی ایران، انرژی اتمی، گاز، محلای ساخت موشکی، انفجارات عظیمی به وجود اومده و بخصوص انفجار تهران در تأسیسات نظامی که کلاهک‌های زیرزمینی اونجا می‌ساختند نزدیک پارچین بود، حتی در اون ساختمان زیرزمینی که ساخته بودن طبقه سوم سالن شماره 11 چاشنی کلاهک‌های ذوالفقار شماره 2 شون که شماره 61 موشک بوده که این موشک‌ها به هم اتصال داشتن در سالن‌های شماره 4شون 6 7 9 11 و کلیه مجموعه‌ها از هم بین رفتن و حدود نیم تن ماده منفجره انفجار شد. و همونطور که جناب منشأ امیر گفتند، هزاران صفحه مدارک مهم انرژی اتمی ایران، فیلم‌ها، داکیومنت‌ها، عکس‌ها، طرح‌ها، ببینید کار بسیار بسیار تخصصی بوده. 6 تا گاوصندوق بزرگ اندازه اتاق این باز کردن و تمام این در مدارک رو بردن کار آسونی نبوده. باید من با جناب منشأ خیلی موافقم، باید اشخاص بسیار میهن پرستی باشن تو اون سازمان ها که بتونن کار کنن به خاطر مسائل ملی و میهنی. ببینید همکاری اینها، این نوع حمله های خاموش چیکار میکنه؟ جلو مرگ میلیون ها نفر رو در منطقه میگیره و ایران رو از نابودی نجات میده. و به خاطر این حرکات بی صدا اگه نگاه بکنین، یا حضور شخصی میخواد یا حضور الکترونیکی میخواد که بتونی این کارها رو انجام بدی. پس معلومه که در درون حکومت اشخاص میهن پرستی وجود دارن که خودشون رو به خطر میندازن، دست به این کارها رو میزنن که بتونن ایران و ایرانی بلکه منطقه رو بتونن حفظ کنن. حالا من خیلی دلم میخواد که وقتی بیشتری داشتیم بیشتر بودون سوال کنم. خیلی خلاصه، نظرتون در مورد معاهده 25 ساله ایران و چین چیه؟ ببینید جمهوری اسلامی ورشکسته است و برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه. چیکار کرده؟ اومده ایران رو به حراج گذاشته. در 41 سال گذشته به مردم ایران و به مردم دنیا دروغ گفتن اینا. اگه شما نگاه کنین در سال 2013 حزب مافیایی چین یک طرحی رو آوردن تنظیم کردن که جزء سیاست خارجی چین شده به نام One Belt One Road، یعنی یک جاده زمینی و یک جاده دریایی. و حتی بین این مدرک 18 صفحه که چند روز پیش پخش شده در صفحه 8 اون رو نگاه کنین، میبینین که ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که در سال 2016 میلادی منتشر شده و تأکید شده و ایران خجالت نمیکشه، واقعا میاد کشور رو که بخواد خودش رو نجات بده، کشور رو با کمال پررویی به حراج میذاره. و این طرحیه که چین در مقابل 70 تا کشور انجام میده، از طریق آسیای شرقی و جنوب هند و خلیج فارس و جنوب کانال سوئز که راه بلت آبی رو میسازه، یعنی دریایی رو که زمین رو به دریا وصل کنه. و این طرحیه که به نفع ایران نخواهد بود. چرا؟ به عنوان اینکه تمام، متاسفانه تمام حوزه های پتروشیمی، صنعت آب، برق، کشاورزی، مخابرات، سیستم جی پی اس، سیستم ذخیره اطلاعاتی کشور، اینترنت، همه اینا میاد زیر نظر کنترل چینیا. و ما دیگه در اون موقع پس چینیا نظارگر تمام مسائل خصوصی ما در مردم نجیب ایران خواهد بود.
حتی اپلیکیشن های موبایل هایی که استفاده میکنن، تلفن های دستی که استفاده میکنن، مسائل سیستم بانکیشون، مالیشون، بیمه کشوریشون، کشاورزیشون و حتی بهداشت و داروییشون زیر نظر کنترل چینی ها خواهد بود. آیا سؤالی که من دارم در آخر حرفام، آیا 8 سال مردم ایران کشته دادن که نذارن یک وجب از جنوب ایران به دست دشمن بیفته، همینجوری بیارن در بشقاب‌های طلایی بذارن تبدیل تقدیم چین بکنن؟ من فکر میکنم که الان مردم ایران نمیتونن نظاره‌گر باشن، چون این نظاره‌گری نظاره‌گر تاریخ خواهد بود. باید خودشون تصمیم بگیرن، سکوت را بشکنند و مردم بیان با این مافیای جمهوری اسلامی و مافیای چینی مبارزه کنن که نذارن کشورشون به اون روز بیفته. یک دنیا ممنون جناب دکتر امیر حمیدی، سپاسگزارم مثل همیشه که وقت دادید ما در خدمتتون باشیم. ان‌شاءالله بیشتر در هفته‌های آینده و روزهای آینده از وجود مبارک جناب علی استفاده خواهیم کرد. آقای امیر ممنون، سپاسگزارم. سابق ایالات متحده آمریکا متخصص در امور امنیتی و به اصطلاح ضد تروریست هستن. خب وقت برنامه اینجا تموم شد. من با اجازه شما ازتون خدافظی میکنم. آرزو روزها و شبهای خوشی براتون دارم. سپاسگزارم از مهندس سپه و مهندس اسی ترکیم زاده که هر دو با همدیگه با سختی برنامه مشکل رو ایر بردن و سپاسگزارم از شما که با ما بودیم و سپاس ویژه دارم. سپاس بیکران و درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنی. شب روزتون خوش.